وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام افغانستان، سلام به 34 ولایت افغانستان و سلام به تمام هموطنان عزیز و خوب ما که امی لحظه بیننده برنامه گلبانگ از تلویزیون یک هسته. آغاز یک صبح متفاوت و خوب بر شما رقم خورده باشه. امروز 7 اسد مصادف است به روز ملی بیرق در افغانستان و بیرق افغانستان، بیرق سرنگ ما، جزء از افتخارات این سرزمین ما هست. امروز دقیقاً که در ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی از روز ملی پرچم یا روز بیرق تجلیل میشه و 7 اسد را مصادف به روز ملی بیرق در افغانستان میشناسند. همه ساله از زمانی که این روز به رسمیت شناخته شد، حالا از این روز تجلیل میشه. روز بیرق و روز ملی بیرق را من به تمام مردم افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. نماد بیرق جزی از افتخارات، جزی از شهامت، جزی از بزرگی و جزی از فرهنگ ما مردم هست و خوشبختانه که ما امروز کم برنامه ما را ویژه‌تر گرفتیم به مناسبت روز ملی بیرق. و همونطور که این دستمال ما سه رنگ از قشنگ بیرق ملی افغانستان را داره، همونطور در عقب ما می‌بینین که یک بیرق هست که حالا جزء از افتخارات بزرگ وطن ما. بیرق ما سه رنگ داره، رنگ سیاه، سرخ و سبز. همونطور که از طرف چپ به راست شناخته میشه، رنگ سیاه، سرخ و سبز. هر سه رنگ آرا تفسیرات متفاوت خودش داره و از زمانهای بسیار قدیم تا حال که رنگای بیرق مختلف بوده و حتی حزب‌ها و بالاخره نهادهایی که خیلی معتبر بودن بیرقای مختلف خودش داشتن. اما حالا بیرق ما سه رنگ سیاه، سرخ و سبز داره و همونطور که رنگ بیرق ما سیاه، سرخ و سبز است، یک نماد از جمهوریت هم در بین یا در میانه یا در وسط بیرق ما است که با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و همچنان تاریخ و در دو بغل این نماد هم خوشه های گندم هست. امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروزی تک به تک با دیده هایتان مرا امرایی بکنین و من هم بتانم که یک برنامه متفاوت تر و خوبتر را بر شما تقدیم بکنم. در رابطه با بیرق گفتنی های خوبی دارم و موضوعات مختلفی که در رابطه با بیرق هست، از تاریخ های مختلف در افغانستان، سرگذشت بیرق، حتما من بر شما معلومات میتم. اما امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروزی تک به تک مرا امرایی بکنین و امراهم باشین. افتخار است برای ما مردم افغانستان که در زیر سایه بیرق سرنگ زندگی میکنیم. شما میدانین که هر کشور نماد از شناختنشان یا نماد از واقعیت فرهنگیشان امو بیرقشان است که حالا هر کشور با رنگ‌های مختلف بیرقشان تزیین شده. بیرق ما هم با سه رنگ دوست داشتنی سیاه، سرخ و سبز تزیین شده که این جزی از افتخارات ما هست و خدا را هزار بار شکر که ما در زیر سایه این بیرق زندگی میکنیم، هرچند که نگرانی های بیشتر در کشور ما، در وطن ما از ناامنی گرفته تا موضوعات مختلف که هست و وجود داره. اما بازم ما خوشبخت هستیم، ما خوشحال هستیم به اینکه در زیر سایه این سرنگ زندگی میکنیم. دولت افغانستان روز 7 اسد را روز بیرق ملی اعلام کرده است و قرار است که هر سال از این روز با برگزاری برنامه‌های ویژه تجلیل به عمل بیاید. به گفته مسئولان دولت از مردم در همه ساله خواستار ای است که حتی در خانه‌هایشان و میتونن که
بیرق بلند بکنن و بیرق افغانستان که حالا همیشه و همیشه برافراشته هست و بلند هست، به جز از استثناء روزهایی که حالا اگر ما سوگوار ملی باشیم بعد باز بیرق ما به نیمه برافراشته خواهد بود، اما دیگه در کل تماما بیرق ما همیشه و همیشه برافراشته هست. و شما شاید معلومات بهتر و خوبتر را داشته باشین که بزرگترین بیرق و طولانی ترین بیرق که برای اولین بار توسط کشور هندوستان به افغانستان کمک شد در دقیقاً در تپه بی بی مهرو که نزدیک به تپه وزیر اکبر خان است اونجا برافراشته شده که طولانی ترین و کلان ترین بیرق ما دقیقاً در تپه بی بی مهرو هست. بر اساس اظهارات مسئولان به مناسبت برگزاری این روز، دیوارهای ساختمانهای دولتی، پایه‌های برق و برخ دیگری از مکانهای عمومی با رنگ بیرق افغانستان تزیین شده. امروز هم دقیقاً یگانه سرکی که با بیرق سرنگ ما تزیین شده سرک دارلمان هست. خب حالا در تمام دوایر دفاتر دولتی، دفاتر شخصی، سرک‌ها، جاده‌ها، پایه‌های برق بالاخره با همه و همه تزیین شده و به خاطر از اینکه جزء از افتخارات ماست این بیرق سرنگ، تمام مردم افغانستان از این روز تجلیل به عمل میارن. در آغاز برنامه یک آهنگ قشنگ و متفاوت میهنی همکارای ما آماده نشر کردن، با هم یک جا میبینیم اس غرور و اس شهامت برادم میته دیدن حتی آهنگای مقبول و قشنگ میهنی و سیاه، سرخ، سبز سه رنگ پرچم افغانستانن که از چپ به راست به شکل سه مستطیل عمودی در کنار هم قرار گرفتند. نشان ملی افغانستان نیز با نمادهای بر رنگ سفید بر روی این پرچم جا دارد. مشخصات بیرق و نشان ملی در ماده 19 قانون اساسی افغانستان تشریح شده است. اما معنای این رنگ‌ها و نمادها چیست و در طول تاریخ و پرفراز و نشیب این کشور در 100 سال اخیر چه بر سر بیرق افغانستان آمده است؟ یکی از پژوهشگران به نام عبیبالله رفی در رابطه به تاریخ بیرق در افغانستان نوشته. عضو اکادمی علوم افغانستان که در این زمینه پژوهش نموده است میگوید که رنگ‌های بیرق فعلی افغانستان در لوی جرگه پغمان که در سال 137 هجری خورشیدی برگزار شده بود از سوی شاه امان الله خان به عوض پرچم سیاه رنگ که قبلا وجود داشت پیشنهاد گردیده. یعنی قبل از حکومت امان الله خان رنگ دقیقاً در حکومت امان الله خان هم رنگ بیرق کاملا سیاه بود، اما بعد از سال 137 هجری خورشیدی که یک مراسم در پغمان برگزار شده بود حالا از سوی شاه امان الله به عوض پرچم سیاه رنگی که قبلا وجود داشت پیشنهاد گردید که به عوض پرچم سیاه رنگی حالا امو سرنگی که سیاه و سبز و سرخ است دقیقا رنگ بیرق افغانستان باشه. او در مورد منطق انتخاب این رنگ ها میگوید که رنگ سیاه این بیرق نماد از تاریخ یا دوران سیاه استعمار و رنگ سرخ آن نماد مبارزه مردم افغانستان در برابر استعمارگران و رنگ سبز نماد آزادی و سرسبزی کشور است. به گفته آقای رفی رنگ بیرق در زمان حکومت حبیب‌الله کلکانی از ماه جدی 137 تا میزان 138 تغییر یافت، اما پس از او محمد نادرشاه و سپس پسرش محمد ظاهرشاه از سال 138 تا 44 سال زیر امین بیرق سرنگ با تغییرات در نشان ملی آن حکومت می‌کردند. سردار محمد داوود خان که در سال 1352 نظام جمهوری را جایگزین نظام شاهی افغانستان ساخت، پرچم افغانستان را تغییر داد و پرچم دوران جمهوریت محمد داوود بر رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز به شکل افقی بود که رنگ سبز آن نیمی از بیرق را احاطه کرده بود. در سال 1352 با روی کار آمدن نظام کمونیستی در افغانستان، حکومت
رنگ سرخ را برای بیرق افغانستان انتخاب کرد که به گفته آقای رفیع آنان بیرق سرخ روس‌ها را نقل کردند و روی آن خلق نوشتند. اما در سال 1358 بیرق دوباره کماکان شبیه دوران جمهوریتش گرفت که پس از شکست حکومت دکتر نجیب رئیس جمهور وقت افغانستان در سال 1371 دولت اسلامی تازه تأسیس مجاهدین در کابل رنگ سرخ از میان رنگ‌های بیرق افغانستان را به رنگ سفید تغییر داد. احزاب و گروه‌های مختلف جهادی پرچم‌های خود را داشتند و طالبان نیز که از سال 1375 تا 1380 در کابل حکومت می‌کردند پرچم سفید خود را برافراشته بودند. اما بیرق سیاه، سفید و سبز دولت مجاهدین تا سال 2001 از سوی سازمان ملل به عنوان پرچم رسمی دولت افغانستان به رسمیت شناخته میشد. نمادهای نشان ملی افغانستان و همچنان پرچم و نشان کنونی افغانستان در روی جرگه 2001 انتخاب گردید. این نشان نماد اسلامی چون محراب، منبر، کلمه طیبه و عبارت از الله و اکبر و نمادهای از طبیعت و کشاورزی کشور چون پرتو خورشید و دو خوشه گندم را با نمادهای تاریخی چون دو پرچم نام افغانستان و 1298 هجری شمسی که سال استرداد استقلال این کشور هست شامل می باشد. دقیقا امین معلومات در قسمت وسط بیرق ما که نظام جمهوریت هست و بالاخره از سال استقلال و استرداد کشور هم در بینش یاد شده. همان گونه که دگرگونی ها در قدرت باعث دگرگونی در رنگ های بیرق افغانستان شده، نمادها در نشان ملی روی پرچم افغانستان نیز تغییرات را در گذر زمان شاهد بوده است. به گفته ابی‌الله رفیع، تغییر در نمادها و رنگهای بیرق در هر دوره بیانگر برداشت و میل حاکمان همان دوره هاست. اما او معتقد است که بیرق کنونی نمایندگی از تمام ملت افغانستان می کند و افتخار تمام ملت افغانستان هست. تمام مردم افغانستان از بزرگی و از جایگاه از نقش بیرق در افغانستان خوبتر و بهتر محوهوند. هرگاه ما بیرق ما رو میبینیم، هرگاه ما به بیرق ما نزدیک میشیم، یک احساس غرور، یک احساس شهامت، یک احساس استقامت، یک احساس فوق العاده خوب آدم میداشته باشه که این بزرگترین عمل است به نظر من. بیرق ملی چیست و چگونه بزرگ داشت می شود؟ بیرق ملی از نماد ملی یک کشور هست. بیرق سه‌رنگ افغانستان نیز یکی از نمادهای ملی افغانستان است که هر رنگ آن تاریخ مشترک باشندگان این سرزمین را بیان می کند. بیرق افغانستان سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی به اندازه مساوی از چپ به راست در کنار هم قرار دارند و هر زر رنگ برابر نیم طول آن است و در میانه آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. اندازه معیاری و عرض بیرق افغانستان 1.25 متر است و اندازه معیاری طول آن دو چند عوض آن می باشد. البته نظر به مورد استفاده بیرق اندازه آن همچنان تغییر دارد. دسته بیرق وسیله است که از چوب یا فلز ساخته شده و شکل مستقیم استوانه‌ای دارد. در قسمت بالای آن قبه فلزی دارد که برای افراشتن و فرود آوردن بیرق به کار می رود. دسته بیرق به طرف راست پارچه قرار دارد که بیرق به استناد آن برافراشته می شود و به اندازه دو چند طول بیرق است. ضخامت این دسته باید به اندازه باشد که در برابر در برابر باد شدیداً مقاومت کند. رنگ دسته بیرق فولادی یا معمولاً طلایی می باشد. طرز استفاده از بیرق. برای افراشتن و فرود آوردن بیرق کشور از رسمان به رنگ فولادی استفاده می شود. رسمان تار دولا از زیر قبه قسمت بالا تا صندوق محافظت پارچه امتداد دارد. صندوق محافظت پارچه بیرق افغانستان طور ساخته می شود که پارچه بیرق به صورت درست در آن جا به جا و حفظ شده بتواند. بیرق کشور بالای ساختمان یا در میان آن یا دروازه مداخل عمومی نصب می‌گردد. اداراتی که در ساختمان واحد قرار دارند صرف از یک پارچه بیرق افغانستان استفاده می‌کنند. بیرق افغانستان در داخل کشور به تناسب معین تنها در واسطه نقلیه
زمینی رئیس جمهور اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد. بیرق افغانستان در خارج از کشور در وسایط نقلیه زمینی سفیران و نمایندگان رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد. بیرق کشور در کاروانهای رسمی با رسم گذشت مورد استفاده قرار میگیرد و بیرق دومی در قسمت پیشروی سمت چپ واسطه نقلیه زمینی نصب میشود. بیرق افغانستان عین پذیرایی رسمی سران دولت‌های خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان و کاروان‌های رسمی عازم خارج در واسطه به نقلیه زمینی دولتی مورد استفاده همچنان قرار گرفته می‌تواند. ممنوعیت‌های استفاده از بیرق. استفاده از بیرق در صورتی که پارچه‌های آن کهنه و فرسوده باشد، رنگ خود را از دست داده و کم رنگ شده باشد، در ظروف دقیقاً ما ممنوعیت‌های استفاده از بیرق هم داریم. دقیقاً در ظروف تزئینی و وسایط نقلیه زمینی، در لباس و سایر اشیای اضافی و در اشیای مورد استفاده برای حیوانات و وسایط نقلیه زمینی جداً ممنوع است. یعنی ما نمی‌تونیم که از یک بیرقی که فرسوده باشه در موردی که من بر شما یاد کردم استفاده شود. در قسمت افراشتن بیرق چی باید گفت؟ بیرق افغانستان در ریاست جمهوری کشور، شورای ملی، شورای وزیران، استر محکمه، وزارتها، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه و ادارات مستقل دولتی، ولایات، ولسوالی ها، قرارگاه های قطعات بزرگ اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قل اردوها، فرقه ها، لواها و حتی غندهای مستقل قرارگاه های قوای سرحدی، گمرکات سرحدی و پسته های سرحدی، میدان هوایی، نمایندگاه سیاسی و قنسولی کشور در خارج و در خارج و سایر اماکن دولتی و غیر دولتی طبق اسناد تقنینی مربوط برافراشته می شود. جاهایی را که ما براتون نام گرفتم دقیقا در این جاها بیرق برافراشته می شه. آلت نیمه برافراشته بیرق. بیرق کشور عین برگزاری مراسم عزاداری عمومی که از سوی دولت اعلام می شود در محل هایی که در بالا بیان شد در آلت نیمه افراشته نگه داشته می شود. بیرق افغانستان همچنان در صورت وفات سفیر افغانستان مقیم خارج به مدت یک روز در آن کشور نیمه افراشته می شود. هرگاه بیرق کشور طبق احکام قانون با یک یا چند بیرق دولت های دوست یا بیرق های اختصاصی در داخل کشور در یک محل افراشته گردد، پارچه و بیرق دولت های دوست یا بیرق های اختصاصی از پارچه و دسته بیرق افغانستان بزرگتر و بلندتر بوده نمی تواند. بیرق کشور بالای ساختمان متروکه نیمه کاره مخروبه و امثال آن و تیارهای کشور مجاز نیست و نمیتونه که بیرق در چنین جاهای حتی برافراشته شود. در ادامه برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم و همچنان گلبانگ ادامه داره. امیدوار هستم که امروز ما بتونیم برنامه متفاوتتر و خوبتر را در رابطه با بیرق افغانستان بر شما داشته باشیم. مثل تاج کوه بابا، مثل یاد قامت بودا، مثل موج رود آمو، مثل شیر آسمانی مولانا، قامتت رسا و همیشه بلند باد بیرق کشور ما. سلام، صبحتان بخیر هموطنای عزیز، خوش آمدین یک بار دیگر به گلبانگ زیبای ما. البته من کمی دیرتر رسیدم، گلبانگ با تمیم عزیز همکار خوب ما آغاز شد و امروز هفتم اسد که روز ملی بیرق ما هست، هم به تمام هموطنای عزیز ما در هر جایی که افتخار میکنیم به این سرنگ بیرق ما مبارک باشه انشالله. و این بیرق هست که در کنارش تمام مردم یک کشور جمع شده و به خاطر پیروزی و به خاطر بلند بودن نامش، به خاطر ای که به اهتزاز در بیاره، همگیشان در کنار یکدیگر جمع شده، یک دل و با توافق هم تلاش میکنه. پس بیرق نشان و وجه مشترک بین تمام مردم یک کشور مثل افغانستان که امروز در کنار یکدیگر ایستاده هستند تا تلاش کنند که بیرق سرنگ ما را به اهتزاز در بیاره
می باشه. من هم این روز را از صمیم قلب به تمام نیروهای دفاعی که در خطوط جنگ ساده هست و به خاطر سرنگ همی بیرق می جنگه و می خواین که تلاش کنن تا همیشه موفق باشن و همیشه سربلند و ما امن و امنیت داشته باشیم، بر شما نیروهای دفاعی تبریک میگم. به تمام هموطنهای عزیز ما که همین اکنون بیننده گلبانگ هست همچنان تبریک باشه. به همکار عزیزم که صبح وقت شیف آورده، روز هفتم اسد، روز بیرق تبریک باشه. تمیم، صبحت بخیر. صبح بخیر سریا، فقط در انتظارم می بودم که یک کس پیدا شه و بر ما تبریکی بده. خب روز بیرق بر خودت هم مبارک، چون من تنها برای همگی تبریکی داده بودم و دوست داشتم یک کس بر ما هم تبریکی بده. بر خودت هم تبریک باشه سریا، خیلی خوش اومدی. چقدر احساس افتخار میکنی که امروز روز ملی بیرق است؟ بدون شک هر کشور نیاز داره که حداقل یک هویت داشته باشه و هویت هر کشور بیرق هر کشور هست. و بدون شک ما به افغان بودنم، به مسلمان بودنم، در کنارش به ای که ما بیرق داریم که نمادهای خوب داره و هویت ما را نشان میده افتخار میکنیم. امی رقم که خودت دستمال سرنگ بیرق را در گردن انداختی افتخار میکنی، همی رقم تمام هموطنهای ما امروز تلاش میکنه با یک نشان از بیرق، با رنگ کردن سرنگ رنگ بیرق به صورتهایشان یا با گرفتن بیرق ها در بیرون شهر یا که هم با برافراشته کردن بیرق سر خانه هایشان، دکان هایشان، مارکت هایشان کوشش میکنه که نشان بده ما از روز ملی بیرق ما تجلیل میکنیم و خوشحال هستیم که افغان هستیم. از سرک دالمان دیروز امروز عبور کردی تمیم؟ از سرک دالمان دقیقا دیروز ما عبور کردیم، اما جای خوشحالی کجاست سریا؟ که تنها مثلا سرک دالمان اما قدر که مقبول تو را دیدی مثلا تزیین شده با بیرق، تنها اونجا نیست. مثلا سرک میدان هوایی با بیرق تزیین شده، جاده های مختلف و سرک های مختلفی که حالا یعنی رفت آمد عموم خیلی زیاد باشه از موترها، اونجا با بیرق سرنگ ما تزیین شده که وقت آدم میبینه بسیار افتخار میکنه. و ای کاش که در این روزهایی که ما در افغانستان زندگی میکردیم بگونی واقعی امنیت میداشتیم و بگونی واقعی با آرامش درست و بهتر ما زندگی میکردیم که افتخار ما زیادتر و زیادتر میشد. اما هرچند که هنوزم که من بیشتر گفتم ما به روز ملی بیرق ما افتخار میکنیم، به سه رنگ بیرق ما افتخار میکنیم، همی که ما زیر سایه این بیرق زندگی میکنیم همچنان افتخار است. بدون شک بیرق که به نام های درفش و همچنان نشان و علامه هم یاد میشه، اولین بار سرنگ ای بیرق توسط شاه امان الله در سال 1328 در لوی جرگه پیشنهاد شد که بتانه این سرنگ را در قلب بگیره و یک نماد تکمیل تر از بیرق را ما در کشور داشته باشیم. قبل از اینکه این سرنگ پیشنهاد شود تمیم، بیرق افغانستان که شاههای ما قبل شاه امان الله بوده به رنگ های سیاه، سرخ با نوشته های دیگر همیشه بوده و یک نشانه بوده، اما شاه امان الله تصمیم گرفته که رنگ را داشته باشد در بیرق ما که حداقل تمام گفته ها و ناگفته ها در او باشد، مثل این سرنگ بیرق، مثل این رنگ هایی که قرار هست ما به این رنگ ها افتخار کنیم، مثلا رنگ سیاه. تیم جانی صحبت ها رو نگفتی، اگر گفتی ما دیگه نگویم. مثلا که رنگ سیاه به معنی چی، رنگ سرخ به معنی چی، رنگ سب، این هم دقیقا ما گفتم. نه دیگه، ما باور کنن اقدر دوست دارم که در موردش بیشتر، امی که دیروز ما آمادگی برای برنامه میگرفتیم، ما و خود تلاش مایی بود که بتانه معلومات کافی در موردش به دست بیارم. ما از بین این می رنگ های بیرق رنگ سبزش را بسیار دوست دارم، قسمی که در معنیش هم شاه امان الله و دیگر پژوهشگران که بعداً آمده روی بیرق ما تحقیقات کرده و ای که معلوم کرده تاریخش از چی زمان بوده، کی پیشنهاد کرده و معنی رنگ ها چیست، معنی رنگ سبزش امیدواری، پیشرفت، سبز بودن کشور ما، بالاخره پیشرفت ما، تمامش معنی خوب میداد تمیم. ما از این دوره سیاه گذشتیم و باید از این دوره سرخ هم در حال گذر هستیم و امید ما رسیدن به رنگ سبز هست و صلح هست و آرامش هست که
هر هموطن ما، هر کودک، حتی امیدش، آرزویش سال در افغانستان است و اینمی خوبی و اینمی خوشی در انتظارش هستم بخاطر اینکه یک صلح واقعی را در کشور داشته باشم. سال بعدی ما و خودت هم در بین مردم باشم، بتانیم تجلیل کنیم از این روز و بتانیم بر راحتی و خیال آرام تجلیل کنیم. بله، اما طور که ما در آغاز گفتم که امیدواری تمام مردم افغانستان به می است که انشالله یک صلح به افغانستان بیاید و ما بتانیم که زندگی راحت‌تر با کیفیت‌تر و مهربان‌تر داشته باشیم. و بسال امی وقت دقیقاً به گفته سریا که افت اسد باشه و با یک شور و هیجان کاملاً متفاوت که سرصداهای سال دیگه بلند شده باشه، بعد از بلندی جامعه عمل پوشیده باشه و بعد دیگه ما چقدر راحت تر زندگی بکنیم در افغانستان و آمد آمد هموطنان ما که مهاجر است بودن و مهاجر شده بودن به افغانستان باشه، این است خوشبختی واقعی در افغانستان. حالا امیدوار هستیم و انشالله که خداوند اگر تصمیم بگیره که یک برگ به یک لحظه بدون تصمیم خداوند به پایین نمیفته. از این خاطر اگر او تصمیم گرفت و اگر او خواست که ما صلح واقعی را تجربه بکنیم، دیگه باز هیچ قدرت نمیتونه که مانع نامدن صلح شود و ما صلح واقعی را در افغانستان تجربه حتما خواهیم کرد. بدون شک تیم جان، قسمی که شما گفتین، اگر اراده خداوند باشه و ما هم دیگه مستحق اینمی صلح آرامش باشیم، بدون شک که تجربه خواهد کردیم. هر ساله با آمدن هفتم اسد، روز ملی بیرق افغانستان، شهرداری کابل هم بیکار نمیشینه، چند روز قبلش آمادگی میگیره تا ای که بتانه تزیین کنه گوشه از شهر را، تا که این نماد افتخار و هویت ما در هر جای به چشم بخورد. به همین دلیل سالهای قبل حتی گفته میشد که باید هر خانه یا هر دکان و مارکت حتما در روز هفتم اسد یک بیرق را برافراشته کنه روی بامهایشان تا ای که نشان افتخار روی خانه هایشان حتما باشه. به همین دلیل شهر ما چند روز قبلش تزیین میشد و زیبا، مثل که امسال هم شده. و به همین خاطر خیلی ها تصمیم میگیره حتی در روزهای هفتم اسد با رنگهای مقبول سیاه و سرخ و سبز نقاشی میکنه. تمیم، چقدر خوب میشد خودت امروز سه دانه مارکر و می رنگا میآوردی نقاشی میکردیم یا بعد از برنامه ای کار میکنیم؟ انشالله که در میان برنامه این کار را حتما بکنیم و همین مفکوره را دادی، ای کاش خودت میخوردید. بله، واقعا چقدر خوب میشد. میفهمتیم قدر بازار فروش بیرق خوب بود دیروز، خب کمی هر طرف میرفتی در دست هر هموطن ما، چی کودک بود، چی کلان بود، چی زن بود، چی مرد بود، یک دانه بیرق خریده یا مثل خودت یک دستمال خریده بود. به همین دلیل واقعا خوشحال میشد آدم، قدر لبخند بر روی لبای آدم می آمد که چقدر خوب هست که حس افتخار به وطن، حس افتخار به بیرق و هویت در درون هر فرد در افغانستان هست. بله. اگر کمی زمینه بیشتر بر ما مساعد شود و به گفته خودت امنیت و آرامش واقعی باشه، آدم احساس میکنه که هر روز را از هر مناسبت تجلیل کنه با خیال راحت. بله سریا، اینقدر عشق و علاقه که ما به بیرق خود داریم، به سرود ملی خود داریم، به نماد از افتخارات خود داریم، به وطن خود داریم، به این خاک خود داریم، به این وطن خود داریم، ای کاش بر ما اجازه بدن که ما در امنیت زندگی بکنیم. دقیقاً دیروز من یکی از گزارش‌هایی را دیدم که چقدر پرفروش بوده بیرقای افغانستان به خاطر افت اسد و حتی امو دوستکایی که میفروختن بیرق را، کاربار از اونها چقدر خوب بوده. بله. چون همه یه خریداری میکردن بیرق. به هر صورت دو چیزی را که در امو قدر معلومات که از اول تا حال مبرتان ندادم فقط امی است که اگر گاه وقت دیدن که بیرق بسیار به سرعت بلند میشه و بسیار آهسته پایین میشه، جزی از امو لایه های قوانین امی است که وقت بیرق برافراشته میشه زود بالا میشه اما بسیار آهسته پایان میشه. و در کنار از این، شخصی که به طور علنی به بیرق توهین کند طبق قانون و احکام مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار میگیره و هیچ انسان اجازه ای نداره که به بیرق علنی توهین بکنه، حتی سری.
بدون شک. و واقعاً که همگی در غیر از اینکه هفتم اسد باشه با دیدن بیرق احترام میکنه و به خاطر احترامش همیشه استاده شدن و ما به خاطر خیلی از قهرمانی های خیلی از کسایی که در افغانستان تلاش میکنه و اولین چیزی را که بعد از قهرمانی اونا میخواین که با دیدنش خوشحال شوه و خوشحالی را منتقل بسازه به دیگرا، او بیرق افغانستان است و بیرق هویتشان هست که همیشه بروخ دیگرا میکشه که ما با همین هویت تانستم که افتخار بزرگ را به دست بیارم. پس احترام به بیرق هر کشور یکی از وظایف مهم هر هموطن ما هست که باید بتانیم احترامش را نگه داریم. به همین دلیل میگم که هویتتان را دوست داشته باشین و عشق داشته باشین به هویتتان. سرایا، علاقمند گیتار هستی؟ علاقمند گیتار هستم ولی از آله های موسیقی وطنی زیادتر خوشم میآید. گذشته از آله های موسیقی وطنی، از گیتار دوست گیتار دوست داری؟ بسیار دوست دارم. چرا یاد نداری گیتار؟ یاد ندارم بخاطر گیتار بسیار قیمت است و من نتونستم بخرم تا حالا. نه، قیمت نیست گیتار. گیتار قیمت نیست. گیتار دقیقاً خوب است، مناسب است قیمتش. 15000 بود دیگه. 15000؟ حتما اون آدم او کسی که میخواست گیتار بفروشه با سر خودت قیمت سوال میکرد. به جانم میزدم. یک گیتار خوش کرده بودم، سبک بود تمیم، بسیار وزن نداشت، بسیار سبک بود و می تارایش بسیار خوبش بود و این خوشم آمده بود. با واقعیت کسی هم که اونجا بود میفروخت و خودش یاد داشت وقت نواخت مرا زیادتر خوشم آمد. به امو خاطر گفتم خیلی بیا که بخرم. قیمت چند است؟ گفت به خاطر که خودت هم آشنا هستی و هم تلویزیون کار میکنی این دیگه برای من تخفیف داد به یک نحوه. 15000 گفت برای خودت تخفیف برای داده. 15000 گفته. یک چیزی که متوجه شدیم در چند وقت، چند مدت، چند ساله در افغانستان که دختر خانم ها زیاد علاقمند به وسایل موسیقی اصلا نیستن. مثلا حالا چقدر قشنگ می نواخت گیتار و چقدر زیبا همون گوش آدم را به قولان بگم نوازش میکرد. اما ای کاش در افغانستان، فکر نکنم مثلا که تا هنوز که هنوز هست زیادتر دختر خانما علاقمند به مثلا گیتار باشن یا حتی وسایل ملی خود ما، وسایل موسیقی ملی خود ما. شاید به خاطر عزیز تمیم که زمینه بیشتر بر دخترها مساعد نبوده. من تا جایی که فکر میکنم، تا جایی که بعضی دوستایم در این اواخر می نوازه و تصمیم گرفتن که حداقل گیتار یا کم پیانو اینا رو یاد بگیرن چون علاقمندی برشان ایجاد شده ولی زمینه برشان مساعد نشده. گاهی فکر میکنن که جاهای اکادمیک به خاطر یادگیری موسیقی یا نواختن آلای موسیقی معمول نیست این جان که در هر جای مثل دیگر کورسای آموزشی یا جیمهای ورزشی زیاد باشه. از او خاطر اینا باید مشخصاً یک جای را داشته باشن تا اونجا برن بر یادگیری. یا گاهی بسیار قیمت هست، فیسی که ازشان گرفته میشه شاید نبوده و گاهی هم به خاطر سنتی بودن خانواده ها، به خاطر ذهنیت خیلی از فامیل ها میگه برای دختر خوب نیست که مثلا آلای موسیقی رو یاد بگیره. یعنی اینی دلایل شده به خاطر ای که کمتر دخترها علاقمند بشه و ای که یاد بگیرن آلای موسیقی را یا حتی شروع کنن به خاطر یادگیری. به همین خاطر من میگم که اینم دلایل کافی باشه برای که یک دختر نتونسته پیشرفت کنه. شاید سرایا، هرچند که امروز روز ملی بیرق هست و اما در نهایت این خبر را دوست دارم به خانش بگیرم. چون هرچند که امروز روز ملی بیرق است اما قتل خاشه سر صداهای خیلی زیاد را در صفحات اجتماعی بلند کرد. ظلم و قساوت طالبان در قندهار، همان گونه که گروه ترور و وحشت با وحشیگری وارد قندهار شدند و ده ها افراد ملکی را از خانه هایشان بیرون کردند، اعدام و حلق‌آویز کردند. در حالی که گروه تروریستی و وحشت و دهشت به وحشیگری خود در قندهار ادامه می دهد،
ده ها غیر نظامی را از خانه هایشان بیرون کرده و در پیش خانه هایشان اعدام صحرایی کردند. گزارش شده است که نظر محمد معروف به خاشه، کمدین مشهور و محبوب افغانستان، در میان ده ها هزار مهاجر که از سایر ولایت ها به دومین شهر بزرگ افغانستان یعنی قندهار فرار کرده بود کشته شده است. از این حادثه و حوادث مشابه فیلم و تصویرهای تکان دهنده در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد جنگجویان طالب در حال ذبع غیر نظامیان هستند. یک روز قبل فیلم و تصاویر تکان دهنده و دلخراش از خاشه، کمدین شیرین زبان افغانستان منتشر شد که او به عنوان افسر پلیس در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار نیز کار کرده بود. طالبان نظر محمد را اول با پشت به درخت بستند، بعد از این که گلویش را بریدند او را از درخت به روی زمین انداختند. با این حال طالبان دست داشتند در قتل او را رد کردند، اما خانواده‌اش این گروه توریستی را عامل قاتل نظر محمد خاشه گفته است. اما دیروز دقیقاً ویدیویی به نشر رسید که حتی با سیلی این کمدین را طالبان استقبال کردند و هر از گاهی که او صحبت می‌کرد او را با سیلی می‌زدند و این سر و صداهای بسیار زیاد در سوره یا در صفحات فیسبوک و صفحات اجتماعی برپا کرد. اما یک چیزی که بالاخره حالا اینقدر تقبیح کردن موضوعات چی به درد مردم افغانستان میخوره، یا مثلا آدمایی که در رأس سران حکومتی هستند آمدن بالاخره با هر زبان تقبیح کردن، این تقبیح نمودن ها از یک موضوع این جایی را نمیگیره. بعد از اینکه خاشه به دست طالبان میفته، بعد از اینکه خاشه لتکوب میشه، بعد از اینکه خاشه به درخت آویزان میشه، بعد از اینکه خاشه گلوله باران میشه به قتل میرسه، بعد از او باز حکومت افغانستان میایه این موضوع را تقبیح میکنه. بدون شک اینجاست که میگه به نسل بعد بگویید ما برای خنداندن دیگرا به جای کف زدن بر ما تیر زدن. و چقدر ناراحت کننده است، سیلی که بروی خاشه خورد به نظر من سیلی بود که بروی تمام ما خورد. بله. یعنی هنر و هنرمند همگیشان اینجا زیر سوال رفت. این سیلی بروی تمام مسئولین و تمام مردان حکومتی بود که قرار است صلح امنیت را در افغانستان بیاره و خاشه های دیگر رونما شود و هنر افغانستان و همچنان هنرمندان افغانستان زندگی پر از آرامش و خوبی را داشته باشه. که به گفته تمیم صحبت ها بعد از این که خاشه رفت و سیلی محکم بروی هنر افغانستان خورد، بعد از این صحبت ها آمد و تقبیح شد و دوباره یک ویدیو نشر شد تایم دیروز که قاتل خاشه هم دستگیر شده و به قتل رسیده. خدا کنه که این خبر موثق باشه و حداقل درد خیلی از هموطنای ما که با دیدن این ویدیوها خیلی واقعا ناراحت شده بود حداقل کمی تسکین شود. ولی ما از فردا و پس فردا بی خبر هستیم به خاطر از اینکه شاید خاشه های دیگر دوباره سیلی بخورد یا حتی زمینه خوبتر مساید شد و خاشه های دیگر بیاید و کار کند. و این واقعا ناامید کننده بود. بدون شک روز ملی بیرق به مردم افغانستان مبارک باشه، نماد از شجاعت و نماد از دلیری ما. قسمت از برنامه انتیبیوتیک آماده نشده است، با هم یک جا تماشا میکنیم. در ادامه برنامه گلبانگ همچنان ادامه دارد. آقای زاخیلوال، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. مصروف چی کار باره هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست همه سلام به همه بینندگان برنامه شما. ما مصروف کارهای مردمی هستیم. قدرت چه وقت به مردم میرسه؟ وقتی که این روند و مدیریت مذاکرات نتیجه ملموس نداشته باشه. چی آرزو داری؟ افزایش خشونت را ببینیم. مطمئن هستی؟ پیشگویی کردیم. من یک پیشگویی خوب میکردین. ما نباید منتظر نتیجه خوبی باشیم. شما چی کار هستین؟ اونم همردیف چی هستیم؟ طالب هستیم. بهتر نگوین؟ اگه حکومت کدام عکس العمل نشان داد باز؟ ما هم در عکس العمل اینی موقفه میگیریم. وکلای پارلمان چی رقم آدم هستن؟ نمایندگی خوبی نکردن. چرا صاحب؟ جایگاهی ندارن در شورای عالی مصالحه. نظرتان در مورد شورای عالی دولت چیست؟ ضرور نیست که 20-25 نفر باشن. خیلی چند نفر باشن؟ 8 نفر باشه. شورای عالی مصالحه در قسمت انتخاب هیئت شورای عالی دولت نقش داشتن؟
فکر نکنم که شورای عالی مصالحه حتی صلاحیت یک نفر افزودن و کم کردنش داشته باشه. چرا؟ اینا در امتیازات می اندیشن. عمل کرده حکومت چگونه ارزیابی میکنین؟ اضافه شعار میشنوین. از وزارت مالیه کنار رفتین یا کنار زده شدین؟ در نتیجه فشار بیرونی بوده، قطعا در نتیجه تصمیم داخلی نبوده. دوباره خو سر رسیدن به وزارت مالیه دندانها را تیز نکردین؟ مطلق احتمال هست. حالا به بنبست رسیده، بازم شاید که یک مداخله بیرونی صورت بگیرن از بنبست بکشن. چرا فشار بیرونی؟ توسط خود اراده و تصمیم داخلی تا بالی که کاری صورت گرفته و او را پیشرفت بگویم برای من نشان بدیم کدام است. شما حکومت جمهوریت میخواییم؟ آیا حکومتی که فیلحال ما داریم واقعی جمهوریت است؟ کدام جمهوریت ما میخواییم؟ یکی تمثیل جمهوریت به شکل میکنن که آقای فلانی در قدرت باشه جمهوریت است، اگه این نباشه نیست. خیلی از این معلوم است که حکومت موقت میخواییم دیگه. حکومت موقت مثل یک کیک تقسیم است و لحاظ یک پرچی تقسیم پرچی کیک با ما میرسه. قانون اساسی در این مورد چی میگه؟ قانون اساسی ما که سر تا آخر زیر پا هست. اگر سرتان یکان اسناد که فساد کرده باشین پیدا شد، باز چی کار میکنین؟ باز ما میریم. یکان آرزویتان در کشور چی است؟ یک کسی که وزیر شد باید صلاحیت وزارت داشته باشه. و دیگه آرزویتان؟ یک کسی که وزیر شد باید صلاحیت نظر تغییر در وزارت داشته باشه. نظرتان در مورد وزرای سرپرست چی است؟ غیر قانونی است. معاشات معلمین چطور؟ معاش معلم ما امروز کمتر از او چیزی است که ما شش سال قبل می دادیم. شعارتان چی است؟ فرار مغزها، فرار سرمایه ها. از چیزایی که از کشور فرار کرده بگین. امیال دمی 5 سال حداقل 40-50 میلیارد افغانی دلار از این کشور فرار کرده. بگوی کجا فرار کرده؟ همه ایش بلدنگایی چی را ساخت، استانبول و دوبه و ابودابی و حتی تا به مالیزیا و تا به قبرس و جای رفت. خب چند نوع پول میشناسین شما؟ دو نوع، یکی اویست که پولی به شکل مافیایی میبراید و یکی پول مشروع یک شخص است. آخرین آرزویتان؟ قرار بشینیم. در وزارت مالی خیلی چی کار کردین شما؟ این ما مسئولیت خوده انجام ندادیم. اقتصاد خودتان با اقتصاد یک مامور دولت چگونه مقایسه میکنین؟ در امی یک کشتی سوار هستیم. چی چیزی را هرگز نمیخواین؟ در موقف شخصی ما اگر یک چیزی به موقف شخصی ما ضرر رسان فلحاظ اون نمیخوام ولو که به نفع همه کشور باشه. و اگر به موقف شخصیتان باز ضرر نرسان باز؟ و اگر هم خان با موقف شخصی ما و با منفیت شخصی ما باشه ولو که به ضرر کشورم باشه پروانه داره او را میخواد. زیادتان رفتین، این موردتان خلاف موقف مردم است. به اینمی موقف ما هم نظر نیستم. پیامتان به جناب رئیس جمهور چی است؟ همی آقای رئیس جمهور به افتخار کنار بره. تشکر شما. قربان شما. بیننده عزیز، ای بود مصاحبه ویژه با جناب آقای حضرت عمر زاخلوال. Dear Excellency Mr. President, welcome to your country. Thank you. My question is for you. Okay, yes. شما وقتی که افغانستان را ترک کردین، نیل یک شکست برای خودتون تلقی میکنین یا یک پیروزی؟ Let me explain about Afghanistan's situation. It expressed an action on an activity that happened in any specific time in the past for Afghanistan. This shikast is not first question. First sawal, happy, yeah. Happy sawal. Mm-hmm. No angry sawal. Okay, because. Can I translate your answer for my بیننده ها؟ Yes, yes. بیننده های عزیز میگه که شما سوال های ناامید کننده و جگرخون کننده از من نداشته باشین. شما باید سوال هایی کنین که من خوش شوم. یعنی که اینا نمیخواهند این مورد ابراز نظر کنند. Yes, yes. No نظر, no commentary for Afghanistan. It is not shikast because it is a disaster for American people that we kashidaning your madaniyat exporting to America.
همه که معدنهای شما رو در 20 سال ما کشیدیم اسپورت کردیم، یعنی وارد کردیم به امریکا. Yes, okay. And we بسیار دستاوردیم in Afghanistan. دیگه دستاورد is this is دستاورد بعدیتون چی است؟ دستاورد بعدی است که ما نشان دادیم که ما تروریسم در افغانستان نابود کردیم. نشان دادن که تروریسم در افغانستان نابود کردن، یک نابود کردن است، یک نشان دادن که نابود کردن است که شما بیننده عزیز exactly. از ما و جناب پرزیدنت کرده بسیار خوب میفهمین. خب جناب Dear President of USA. Yes, Excellency President. Excellency President from USA country. American. United States of American country. Okay. Yeah. I mean, you happy? I mean, too hush. Yes, I'm happy now. Okay, I happy. You unhappy? No, I'm happy. Yeah. You are happy. I'm unhappy. You are because happy. You going for my country. I'm unhappy. Okay. Yes. Yes. Explain your question. Okay. Next question. سوال ما یه جناب رئیس جمهور که وقتی شما رفتین افغانستان در اینمی حالتش ماندین وقتی که شما آمدین هم افغانستان در اینمی حالت بود یعنی هیچ چیزی تغییر نکرده؟ No, not tagging because in 20 سال که we in Afghanistan بودیم کلان کلان دستاورد for American people and for Afghanistan people شد انجام شد. مثلا ما دموکراسی رو بر شما نشان دادیم، مثل آیس کریم ورک تنها از دور که شما و دانتان بره مربا را که از پشت بوتل بلیسی آنتو نشان دادیم. ترانزلیت مای بیندای عزیز جناب پرزیدنت ببخشین جناب رئیس جمهور میگن که ما در 20 سال گذشته دموکراسی را به شما نشان دادیم. مثل آیس کریم، مثل بوتل مربا. نشان دادن به چی معنی؟ نشان دادن یعنی چی؟ قسم نشان دادن بوتل مربا را خود دیدین، مربا را که پشت بوتل بلیسی yes. آنمو قسم نشان دادن yeah. برای ما yes. سوال بعدی است که دیگه چی چیزا را نشان دادین به ما؟ For example فساد اداری را بر مردم افغانستان یاد دادین. چرا یاد دادیم؟ یاد دادیم به خاطر ای یاد دادیم که ما مردم فساد را بشناسه. آها این فساد اداری هم که امروز موج میزنه اینا یاد دادن که اینی قسم فساد ها گفته جریان داره یک بار عملی کنین yes. که شما باید yes. بشنوسین که فساد چی است. وانا عملی کردن وقتی که دیگه مزه شون داد yes. حمایت کرده میرن کشیده میرن از این کشور. نیکست دستاورد است که آزادی بیان شما وقت در زیر کمپل هم گب زدن نو انگلیس یکی میتون الال امیران شما نو آوردین این را خودم این کار افغانستان جرعتین که هر نو گپین in the media explaining میگه که شما یک زمانی که ما نبودیم در زیر کمپن آمد تا درست صحبت کرده نمیتونستین فعلا میگه که ما وقتی yes. که آمدیم yeah. آزادی بیان برای شما آوردیم که حالی حتی از تربیونای بین المللی هم میتونین که صدای خود بلند کنیم ولی اگر حقیقت فکر کنیم امیر آخو شما ناوردین next question please. از کجا آوردین؟ yes. next question The last question, dear Excellency President of United States of America, I have a question for you. Yes. And end question. It is the end question. Last question. The end question. Last question. Okay. My English is not Kavieng. Yes. So dirty. Your question. Your English. My English is very dirty. And English is very dirty. Yeah. Okay. English is very dirty. شمو که رفتن مرا تنها موندین. بله. Yes. ما چی کار کنیم حالا؟ ما چی کنیم بالاخره؟ خب my message is for Afghan people this is که شما وقتی که ما رفتیم شما را ترک کردیم شما میتونین که خود بسازین. The second is شما میتونین که در اینجا دیگه اگر جنگ هم شدین warring no ترسینگ from warring. دیگه وقتی که جنگ میکنین دیگه این ما نیستیم یکی دکله دیگه خود تو که میتونین بزنین یس اگر نزنین وی خفه این اگر نزنین ما خفه میشیم ما بر شما جنگ یاد دادیم که how to war with each other how to fight with each other and bye bye که ما جنگ بر شما یاد دادیم که چه قسم بزنین و چه قسم دفاع کنین این حال دیگه ما اونجا سیل میکنیم میبینیم شما فقط مثل یک میدان بازی جور کردیم برای یک میدان بازی جور کردیم برای جهان اینا رو نظارت میکنه yes.
که شما چه رقم یک در کلیدگیتون میزنین، کوشش کنین که خوب بازی کنین، خوب بزنین، میدان چی شما آورین چی دیگر آورین، ما فقط یک سریال اینجا جور کردیم 20 ساله که تمام شد. فری فایتینگ، فری فایتینگ. Let me explain the last example. This is میدان فری فایت، خوب زدنین، خوب خون بینی، دان بینی در یکی یکین، وقتی که یکی یکین، خوب جنگین، باز شما را در یو اف سی مرفیین. میگه بعد از اینکه خوب زدین دان و بینی یکی دیگر اما تو میده و مال کردین، باز ما شما را در یو اف سی معرفی میکنیم، معرفی میکنیم که اونا fighter, با ما چیکار میکنن دیگه. باز خدا از اونا نگاهی ما کنه. یک بار یو اف سی را بالاخره تجربه کردن در 20 سال در این کشور، اینا دیگه باز به یک شکل دیگه میبرن. Okay. Thank you. Goodbye. 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 Last question is finished. Nothing. Nothing, sir. Thank you. Thank you. واقعا جالب بود. ما هر وقت خیبر رو میبینم و هر وقت شهرام میبینم در دفتر در کنارش روشن رو میبینم، بدون هیچ سوژه خنده ما میگیره. اینا خودشان پر از لبخند است و پر از خنده های شیرین. چقدر جالب جور کرده بود نیم، مخصوصا این مصاحبه هایش دیگه واقعا عالی است. بله، وقتی از فساد اداری انتقاد میشه به این معنا که حالا طنز فقط این است که ما بخندیم، طنز به این معنا که بالاخره انتقاد میکنن تا یک جایی را که اونا به مثل چی میگن خالیگاه گیر میکنن، گیر میکنن به مثل از او دیگه باید او خالیگاه باید اصلاح شوه و دوباره بله. پر شوه. اما با اصلاح سازی که اگر گوش شنوا باشه، اگر چشم دیداری باشه، ما مطمئن هستم کسایی که مسئول باشن ببینن حتما باید یک کار در قبال خودشان، در قبال همون دفتر و جایی کار میکنن داشته باشن، که خوبی همکار ما میست که انتقادشان بر اصلاح پذیری است. و تا مطمئن باش که میبینن، مطمئن باش که میشنون، ولی یک رقم خودشان را ناشنوا و نابینا انداختن. من این فهم امیدوار هستم یک روز تلاش اینمی همکارای ما و تلاش همه کسایی که میخواین که فساد اداری، این همه نابسامانی هایی که در ادارات دولتی هست بالاخره از هر طریق شده باید حل شود. هفتم اسد روز بیرق ملی افغانستان یک بار دیگر به تمام هموطنای ما، به تمام میهن دوستا این روز ملی بیرق مبارک باشه انشالله. و اینا میفهمیم که 5 سال بدین سو بزرگترین بیرق در افغانستان ساخته میشد در کابل، که با طول 40 متر و عرض 26 متر ساخته میشد و در این 5 سال بر فراز تپه های وزیر اکبر خان به بلندای بلند استاده هست و هنوز هم از هویت ما صحبت میکنه. این روز به نیروهای دفاعی کشور ما همچنان تبریک باشه. وقفه بسیار کوتاه داریم. یک بار دیگه هفتم اسد روز ملی بیرق به تمام مردم افغانستان مبارک باشه. انشالله که بتونین از امروز به بهترین وجه تجلیل بکنین و یاد بکنین از نماد افتخار افغانستان که امو پرچم یا بیرق سرنگ مقبول و دوست داشتنی ما هست. یک خبر را که هرچند ناخوشایند است اما من به خانش میگیرم، چون حالا در طول 24 ساعت گذشته این خبر را ما در یکی از صفحه های بسیار معتبر داخلی به نشر رسیده. موج آوارگان داخلی نزدیک به 9000 خانواده بیجا شده در تخار گرسنه هستند. 8 صبح کابل، ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار میگوید که از میان 12000 خانواده بیجا شده در این ولایت 8600 خانواده آن به کمک های فوری غذایی نیاز دارد. احمد یاسین لبیب رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت تخار 5 اسد به روزنامه 8 صبح گفته بود که در پی سقوط ولسوالی های تخار و کشیده شدن دامنی جنگ به مراکز این ولایت، هزاران خانواده بیجا شده و به کمک های مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. به گفته او حدود 12000 خانواده از مناطق ناامن به مناطق امن این ولایت پناه بردند. همچنان لبیب تصریح کرد که از میان 12000 خانواده بیجا شده در شهر طالقان این ریاست تنها به 3400
خانواده کمک رسانی کرده است. به گفته سایر خانواده در وضعیت خوب به سر نمیبرند و نیاز فوری به کمک دارند. رئیس مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که به دلیل قیمت شدن مواد اولیه در این ولایت خانواده های بیجا شده توان خرید حتی نیازهای زندگیشان را همچنان ندارند. به گفته ربیب در ولایت تخار مؤسسات کمک رسان کم است و مؤسساتی که در این راستا کار میکنند به کمبود منابع مواجه هستند. بله، قسمی که تمیم هم گفت خبرهای در دست ما هست که دوست داریم با شما عزیزا هم به خانش بگیریم. خبر خوبی در دست ما است، اما تو که تمیم گفت خبر ناراحت کننده، ولی یک خبر بسیار خوب از پیشرفت افغانستان ما صحبت میکنم. عقد قرارداد ساخت دو کانال بزرگ آبیاری به ارزش 2.8 میلیون دلار در تخار. عنوان خبر: اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که قرارداد دو کانال بزرگ آبیاری در ولایت تخار به ارزش 2.8 میلیون دلار میان این اداره و یک شرکت ساختمانی داخلی به امضا رسیده است. مسئولان در این اداره میگویند که این پروژه با کمک مالی بانک انکشافی آسیایی ADB به هزینه 2.8 میلیون دلار با منظور مدیریت آبهای سطحی، تقویت زراعت و آبیاری در شهر طالقان مرکز ولایت تخار تطبیق می‌گردد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب در گفتگو با رادیو آزادی بیان کرد که قرارداد ساخت کانال‌های شاهروان و مومن‌آباد امروز میان خان محمد تکل رئیس این اداره و شرکت ساختمانی با حضور مردم به امضا رسیده است. با تکمیل کار ساخت کانال مومن‌آباد و سربند، حدود 1500 هکتار زمین زراعتی تحت پوشش منظم آبیاری قرار گرفته و 1449 خانواده از آن مستفید می شوند. همچنان با پایان کار پروژه کانال شاهروان و سربند، علاوه بر آبیاری 11000 جریب هکتار زمین زراعتی، حدود 8342 خانواده از آن بهره مند خواهد شد. خبر خوب و خبر عالی برای مردم تخار ما. امیدوار هستم که هر خبر و پیشرفت هر ولایت ما باشه تا ما هم با شنیدنش خوشحال شویم. بله، در ادامه خبر خوب سرایا یک خبر خوب ما هم دارم. سالانه بیش از 30000 تن سنگ مرمر در فابریکات ننگرهار پروسس می‌گردد. مقامات در ریاست صنعت و تجارت ننگرهار می‌گویند که فابریکات این ولایت بیش از 30000 تن سنگ مرمر در سال پروسس می‌کنند و سنگ مرمر ننگرهار به بازارهای بین‌المللی راه یافته است. به گفته این ریاست، سنگ مرمر توسط 16 فابریکه مختلف در ولایت ننگرهار پروسس می شود که به کشورهای ایتالیا، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان همچنان به ولایت‌های داخلی کشور نیز صادر می گردد. محمد حسن محسن رئیس تجارت و صنعت ننگرهار می گوید که سرمایه گذاری روی این فابریکات که در شهرک صنعتی شیخ مصری و نایی افتم پلیس شهر جلال آباد موقعیت دارند به 30 میلیون دلار میرسد. رئیس تجارت و صنعت ولایت ننگرهار علاوه نموده که این فابریکات بیش از 30000 تن سنگ مرمر را در یک سال پروسس می کند. در همین حال فابریکاداران در ولایت ننگرهار از کمبود برق شکایت نموده، میگویند که اگر مشکلات برق فابریکات به شکل اساسی مرفوع گردد، تولیداتشان به کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش خواهد یافت. اینم خبر خوب. بله سرایا، دوست خوب یک سرمایه است، همسر خوب یک سرمایه است، برادر خوب یک سرمایه است، خواهر خوب یک سرمایه است، خانواده خوب یک سرمایه است، همکارای خوب یک سرمایه است و همچنان بیرق ملی ما یک سرمایه است که برای از دست دادن، برای از دست ندادن این سرمایه ها باید انسان با جان و دل همه چیزی که داره وقف بکنه تا این سرمایه ها را از دست نده. اگر خوب باشه، من گفتم که دوست خوب، خانواده خوب، همکارای خوب، بالاخره حتی بیرق ما که خوب هست و
نشانی از افتخارات چندین ساله کشور ماست که ما در زیر سایه این بیرق زندگی میکنیم. سرمایه است بر ما، برای نه تنها که ما حق اجازه هیچ گونه توهین را بر بیرق ما نداریم، به احترامی را به بیرق ما نداریم، و در کنار از این باید که با افتخار بیرق به دست بگیریم و با افتخار یاد بکنیم از تاریخ بیرق و از تاریخ استقلال افغانستان و از تاریخ چندین ساله از تمام دستاوردهای خوب را که افغانستان و این کشور ما داشته، با وجود ناامنی، با وجود فقر، با وجود صدها مشکل دیگر که ما صدر راه ما است، اما جز از افتخارات ماست و ما باید که برای حفظ نگهداری ارزش‌های ملی و بین‌المللی خود خیلی تلاش و کوشش بکنیم. بدون شک بیرق هر کشور، هویت هر کشور به راحتی و با آسانی به دست آورده نمیشه. خونها ریخته شده و به خاطر از اینکه استقلال افغانستان گرفته شوه و هویت ما باقی بمانه، جانها فدا شده در اینجا. چقدر خوب است که به گفته تمیم عزیز، ما هم به خاطر حفظ این هویت ما، به خاطر حفظ استقلالیت ما، بتانیم ارزشش را پیدا کنیم و داشته باشیم ارزشش را، و همچنانی که در کنارش همیشه تلاش کنیم تا اینکه بهترین هایی که میرن به سمت آوردن لبخند به افغانستان، اولین چیز را که با خودشان میبره او بیرق افغانستان است، او هویت و پرچم و درفش است که ما تلاش کردیم در چند سالهای بسیار زیاد که بلند نگه داریم. به همین دلیل پس به خاطر نگهداریش باید ما هم تلاش کنیم، چون که جانهای فدا شده برای به دست آوردن این هویت در افغانستان. و دوست داریم که امروز را هم تجلیل کنیم در کنار همه هموطنهای ما، و شما هم به خاطر از اینکه ادای احترام کرده باشین به بیرق ما، حتما پس خریداری کنین یک بیرق را به خاطر هویت و به خاطر از اینکه تجلیل کرده باشین از روز بیرق، حتما در خانه‌هایتان داشته باشین. بله سریا، به جز اینکه در برنامه حالا ما یاد بوده از افت اسد و روز ملی بیرق کردیم، تصمیم داری که به نوع دیگه از امروز تجلیل بکنی؟ 100%. چقدر سوال خوب کردی تمیم. در اول برنامه هم گفتم که دوست دارم، کاش که میشد زمینه مساعد میبود که در بین همه مردم و هموطنهای ما از این روز تجلیل میکردیم. من دوست دارم بعد از برنامه حتما بیرون برم، شهر را ببینم و حتما ببینم که هموطنهای ما چگونه تجلیل میکنه و چگونه از هویتشان امروز خوشحالی کرده استفاده میکنه. من حتما میرم بیرون. همین رقم که برات گفتم، بر من مارکر ناورده بودی سرنگ که باید خودم میآوردم، که خودت باید میآوردی. بله مام ناوردم. حتما میرم بیرون میخرم و به خاطرش دوست دارم نقاشی کنم. پارسال اگر بیننده برنامه صبح همی تلویزیون یک بوده باشی و سپیر عزیز هم یادش هست، ما و همکار بسیار خوب مرسل عزیز در برنامه بودیم. میفهمی چی کرده بودیم؟ یکی از نقاشای بسیار خوب ما را دعوت کرده بودیم با سه رنگ بیرق بر ما در صورت ما و در دستای ما نقاشی کرد. اون نقاشی که باز دیگه نمیره فکر میکنم. نه، حداقل دو سه روز را نرفتم این بود. و میفهمی یکی از خاطرهای خوب مایی بود که ما و مرسل لباسای بیرقی جور کرده بودیم، کاملا سرنگ بیرق را داشت و عکس ها هم گرفتیم، سوژه های بسیار خوب گرفتیم. حس وطن دوستی ما بیشتر گل کرده بود در کویم و این خاطره خوبم بود. بله درست، امروز هم ما از دیروز تصمیم گرفتیم که مهمان های ویژه تر در برنامه داشته باشیم، اما یگان وقت یا مهمان های ما ناجوانی میکنن یا استام ترافیکی می باشه یا بالاخره یک مشکل پیش روی آدم می آید و بالاخره بله یک کمک ناجوانی میشه اگر وقته. چرا که ما در کشور زندگی می کنیم که تا هنوز که هنوز است بر وقت خود ارزش گذار نبودیم. یعنی همیشه یاد میکنیم وقت طلاست، وقت الماس است، وقت این است، وقت اون است، وقت آن است، اما بعض اوقات در قسمت
پابند به امورات زندگی خود، بخصوص که بر وقت ارزش بدیم اوقدر نمیدیم، چرا که مردم خارج، مردم دنیای دیگه این گونه نیستن. اونا آنقدر به وقت خود ارزش میدن و آنقدر به وعده خود وفا میکنن که شاید به بزرگترین کار در زندگی خود نکنن و وقتی که وعده میکنن که در این ساعت در اینجا با کس ملاقات میگذارن، وقت ملاقات میگذارن، حتی چندین دقیقه پیش از ساعتی که اونا ملاقات دارن اونا میرسن به سر کار. از این خاطر حتی افغانای ما که در خارج زندگی میکنن که میان یک بار برمیگردن به افغانستان، اونا بسیار پابند وقت هستن، بخاطر که زیاد دیدن اونجا در خارج که چقدر اونا پابند وقت هستن و هیچ وقت وعده خلافی نمیکنن. اما در افغانستان دیگه بالاخره تا گپ شو و تا همگی پابند تایم شو بسیار گپ است اینجا، بسیار گپ. اما که خودت صحبت کردی، دیروز در محفل از خبرنگارا بودم که به خاطر تمام یعنی خبرنگارای ولایت جمع شده بودن روی گزارش‌های تحقیقی کار می‌کردن، اینا یک جلسه خودمانی در بین خودشان داشتن و خوشبختانه مرا هم دعوت کرده بودن در کنارشان. موین اتحاد فرهنگ مهمانشان بود و یک جملهش بسیار خوشم آمد. موین صاحب یکم دیر رسید در محفل و خودش در آغاز برنامه از سخنرانی گفت که من موین اتحاد فرهنگ هستم، ولی هر روز هم فرهنگ به تایم رسیدن از دست من رفته و تصفانه به خاطر امی رابندی ها، به خاطر جلسات، به خاطر برنامه بسیار زیاد. فکر کن که موین صاحب نیم ساعت دیرتر به برنامه رسید، یعنی نیم ساعت دیرتر رسید و خودش اعتراف کرد. یک جمله دیگهش بسیار زیاد خوش آمد، گفت بنگلادش عمر استاد سیاف را داره، به اندازه عمر استاد سیاف بنگلادش ساخته شده، ولی اونجا را ببینین، افغانستان را ببینین. اونا تلاش کردن که حداقل بتانن از امو قوانین شهریه که تعیین شده برای هر شهروند استفاده خوب کنن و عملی کنن به قوانین شهریشان یا شهرنشینیشان. ما در افغانستان از قوانین شهرنشینی شاید تنهای نیره یاد گرفتیم که بلندگای بسیار بلند بلند و منزلای هم تا 10 تا و 15 تا بسازیم. باز کرایش هم بسیار قیمت بتیم، کسی جا کرایش تنه نه برقش سعیست نه آوش. خب از صفر گرفته تا صد اگر ببینیم سره یا بر هر بخش در افغانستان ما مشکل داریم، اما همونطور که خودت گفتی وقت از بالا جا یا از بلند جایی که توجه به وقت نمیشه دیگه، باز این پایین ترا خب مطمئن هستم که همو تیر خودا که میارن و میارن، اما کوشش بکنیم که ما انسانهای وعده خلاف نباشیم، انسانهای پابند به وقت باشیم، انسان باشیم. اگر ما از خودمون فردی شروع بکنیم مطمئن هستم که هر فرد در جامعه اگر از خود شروع بکنه بدون شک جامعه گل گلزار میشه. اما اگر ما احساس مسئولیت نکنیم، ما بگویم به ما چی، او بگویم به تو چی، به ما چی، خودت بگی که به ما چی، اینمی به ما چی هاست که یگان وقت زندگی ما را بیخی تاریک میسازه. ما میمانای خود را مقصر دانستیم، شاید تایم میگم که امروز چون که روز مناسبتی هست شاید محفلای در ارگ گرفته شوه، در جاهای دیگر گرفته شوه میرقم، شاید به خاطر رفتن مقامات دولتی از یک مکان به مکان دیگه راه شاید بند باشه، چرا که هر ساله ما شاید هستیم که چقدر محفل گرفته میشه و تجلیل میشه، ولی میان برنامه بسیار کوتاه داریم و در ادامه با مهمانای عزیز ما که در راه هست و بخیر میرسه خواهد بودیم. که تو با این قلم
نام خدا چقدر زیبا. دوست داشتنی های روزگار و چقدر لباس های مقبول پوشیدن گروه ترانه‌خوانی لیسه سید الاوسا که حالا اینجا بر ما یک موسیقی کاملا قشنگ و مقبول داشتن و آهنگشان هم خیلی مقبول در رابطه با سال بود. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. یک جایی جواب بدین. خوب هستین؟ بله. نام خدا این بچه ها را در پشت سر به چقدر لباس های مقبول پوشیده. آینده های وطن ما، کسانی که از حالا تصمیم گرفته قلم به دست شوه، بخیر لبخند کمی خوشتر بسازیم، درست است؟ همینطور میگفتین در شعرتان. و یک جمله دیگهش بسیار تهم خوشم اومد که هر صبح کاش که امقدر امنیت آرامی باشه که شاگرد به طرف مکتب، کارگر به طرف کارش، هر کس مشغول هم کار بار خوب باشه. خوش آمدین. از گروه شما بسیار زیاد تشکر، سپاس. خیلی مقبول بر ما اجرا کردین و شما میتونین برین. یک گروه دیگه قرار است که بیایه و سرای بر ما هم یک اجرای فوق العاده داشته باشه. از همون دخترای نازنینی که لباسایشون چقدر مقبول است. امیال میبینم که چقدر. بفرمایین. خو این دفعه بچه ها در پیش روی استاد میشه. این دفعه بچه خو خودشان تنظیم میکنن اینا قبلا قبل. خیلی خوش آمدین. خوش آمدین. همه صبحتان بخیر. خو نام خدا بسیار عالی. شما هم یک هم سینفی هستین کلگیتان دیگه، درست است؟ اما تا استاد میشین شما؟ اما تا استاد میشین؟ آفرین. تو هم پیش بیال نزدیک مایک شوان. اونجا میباشی تو؟ پیش نمیایی؟ معلوم نمیشه اونجا. خب شما این طرف نمین. خب ترانه را کیا اجرا میکنه؟ کلگ اجرا میکنه؟ خب پس مایک را نزدیک نام چیست؟ علی سینا جان. نام خودت؟ این مایک هم بخی نزدیک چیست؟ محدث سر جان چقدر کالایتان مقبوله؟ ما هم رنگتان امروز پوشیدیم، دیدیم؟ آفرین. خب ما منتظر ترانه مقبول شما هم هستیم تا که مثل گروه قبل از همسینفی یکای شیرینتان اما تا زیبا اجرا کنین. تا این دو ساری خودت هم دیگه میانیم. آها خیلی دوست دارم بشنوم، بخصوص از این فرشته های کوچک که چقدر لباس های مقبول پوشیدن، بخصوص امی لالای بسیار زیاد لباس مقبول پوشیدن. خوب هستی؟ صبحت بخیر. تو بیا این طرف. آفرین. خوب هستی لالا؟ بله. صبحت بخیر. صبح شما بخیر. این لباس های چقدر مقبول است؟ زنده باشین. زنده باشین. ترانه بر ما میخوانی؟ بله. بسیار خوب. ترانه خود اسمت؟ امیر حسین جان. خب باش امیر حسین مایکن. چون خورد است از بین کل دوستایشان، از این خاطر امیر حسین هم باید در نزدیک اینجا باشد تا که دیده شود. چطور؟ این مایکه بگی خودت؟ بله. خودتر است در بین همگی. چند سال است امیر حسین؟ 9 ساله. نام خدا مکتب صرف چند استی؟ صنف 4. نام خدا ما منتظر ترانه تان هستیم. آماده؟ مشنیم شروع کنین. افغانستان سر زمین سبز و جاودان، افغانستان سر زمین سبز و جاودان، تو میراث پاک و ارزشمند نیاکان، تو میراث پاک و ارزشمند نیاکان، کودکم پرورده دامان پاک توست، روز فردا افغانستان.
مهربانم مرزمو مهربانم مرزمو پروردی روی دامانت سنایی را را به بلخی و مخفیه بدخشی را مولوی از بلخ توسی را به عرفان شد خواجه عبدالله آن راز قفانی را روی خط جنگ تو این نقطه پایان روز فردا می سازم از تو گلستان افغانستان افغانستان تگران کرزموک مهربان مرزموک استخار پاکوی اخوی او سمسرزموک مهربان مرزموک مهربان مرزموک جاود و پاینده باشی سرزمین من خاک پاکت مهر گردد بر جبین من مادران را کس نبیند عشق بر چشمان مهد شمام دیار بهترین من شعر می نویسم با وصل لعل بدخشان روز فردا می سازم از تو گلستان افغانستان افغانستان مهربانم مرزموک مهربانم مرزموک عاشقم بر کابل و بر هر دیار تو بر فراه و بامیان و کندهار تو پکتیا و زابل و پنجشیر و دایکندی بر بدخشان و تخار و بر مزار تو غزنه و هرات و پروان و سمنگان روز نام خدا، نام خدا چقدر زیبا، چقدر مقبول چقدر قندول، چقدر لباس های مقبول حالا چیگونه باید تعریف بکنم از این فرشته ها؟ من باور دارم به گفته شعرشان تمیم که اینا فردا و پس فردا کابل را، تخار را، پنجشیر را، بامیان را، قندهار را، لوگر را تمام ولایت افغانستان را گلستان می سازه من به امیدهای افغانستان باور دارم به چهره های خندان شما باور دارم موفق باشین قلم به دستان ما انشالله که روز برسه که بخیر ما هر کدامتان را ببینیم که صاحب یک مقام شدن و گلستان ساختن افغانستان بله سرای ما میخواییم برم دمی جمع باشم دوست داره تبیم من یادتش نمیفهمم بله آیستا استا که برنامه هم ختم میشه اما نامک خودت لالا؟ محمد سجاد جان نام خودت؟ الهام جان پیامتون چیست برای دوستای ما؟ پیام ایست برای دوستا که درسای خود را نبخوان او به شک چی پیام قشنگی میگه که دوستای ما باید درس بخوانند خودت؟ همه یک کوشش کنن تا دا یک جایی برسن همه یک کوشش بکنن تا به یک جایی برسن این بیرق همیشه با ما بودی بیرق ده؟ چقدر بیرق مقبول از شما هم تشکر بسیار زیاد لطف کردین که آمدین از دوستکای ما که پیشتر ترانه اجرا کردن و یک اجرای فوق العاده زیبا داشتن آیستا آیستا ما هم نزدیک میشیم به سرای خودت هم اونجا میباشی؟ نه من پیش سپر جان با من گفت که خودت میشه این طرف پیش خورخوندهایت میشه بری؟ بله نام خدا قدر دخترکای شیرین و قدر آفرین پر از لبخند هستن امروز هم با همین خوبی‌هاش با همین خوشی‌هاش با همین سوژه‌های خوبه که در کنار مادر استودیو بود و تلاش‌های تمام همکارای عزیز ما به پایان رسید یک بار دیگر هفتم اسد روز ملی بیرق با تمام هموطنان عزیز ما مبارک باشه تا فردای بهتر و پر از لبخند شما را به الله پاک می‌سپاریم خدا نگهدارتان
بله، یک بار دیگر روز بیرق بر شما مبارک باشه. داشته های ما جزء از افتخار ما هستند. یک آهنگ زیبا و مقبولم آماده نشر کرده همکارای ما. با نشر می آهنگ از حضور شما مرخص میشیم. خداوند دل بر ما داده که دوست داشته باشیم، حتی کسایی که ما را دوست هم ندارن، ما دوستشان داریم. وقت بر شما خوش، خداوند یار ما داد کارتان.